من میگم هدف از این که ما هنرمند میشیم یا بازیگر میشیم یا هر چیزی این نیست که ما به یه موفقیتی برسیم. اینه که حال یه کسایی که دوستمون دارن رو خوب کنیم. وقتی یه چیزی داریم انجام میدیم مهم نیست شعب که من میخوام بتره کنم. قرار نیست کسی بتره کنه. هر کی سر جاشه. این دست داره. حرف قرار. واقعا داره. این درسته. باری کلا. و تو مدرسه یاد ازش گرفتم که حال خوب به آدم ها بده، همه عاشقتن، یه سلام با همون لبخنده که میگی، همین سر صحنه فیلمبرداری میری، تدارکات که چایی بهت میده، تو باید از اون بابا یاد گرفته باشی، تو یه سلام گرم بدی، جونشونو میدن واسه ما، بچهای صحنه، بچهای لباس، اصلا به خودت میای میبینی که همه دورتن. فقط چی؟ فقط اینه که تو اگه شب قبل دیر خوابیدی، اگه شب قبل یه جایی بودی که خسته شدی یا هر چیزی، حق نداری مثلا دو تا نوشابه بیشتر آدم بیشتر خورده. مثلا کوکا خورده باشی، حق نداری صبح سر بچه تدارکات خالی کنی. نه نظر منه. و اونا عاشقتن، تو میری جلوی دوربین میبینی که واقعا من اینو فهمیدم، میش وای میسته دور، عشق میده که تو خوب بازی کنی. اون 30% جامعه ماست، همون کسی که چای میده 30% جامعه ما تعریف میشه تو همون یه آدم. بله، نماینده مخاطب اونجا. نماینده 30% مردم ماست. و خب تو 30% بردی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فهمیدی که باید یه احترامی بذاری. اوکی، تو بازیگری، اونم داره بهترین تو کار خودش. خدا پدرتو برات نگه داره نوید عزیز. پدرم خدا بیامرز ما رو بیشتر با همین چیزایی که اینطوری تر، مثلا بیشتر با شعر سعی میکرد یه چیزایی رو تو ذهن ما جا بندازه. همیشه میگفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. به خصوص وقتی که من حالا یه خود افتادم تو دوره مثلا بازی و چه میدونم، یه خود همواره این رو به هم گوش زد میکرد که حواست باشه از یه جایی رسیده و تو باید بدونی باش چی کار میکنی. بعدش هم به هر حال ما داریم دیگه، به هر حال در پیامبرمون میگه هیچ کاری واسه هیچکی نمیتونی بکنی، یه لبخند بهش بزن. یعنی در واقع کوچکترین کاریه که میشه انجام داد. ارتباط درست همه چی رو میسازه. یعنی کافیه که در همین گروهی که الان نوید مثلا داره میگه، نوید اونجا داره رفاقت و اعتماد و آرامش داره ایجاد میکنه. تو مطمئن باش یه جوری هستی که همون بچه تدارکات اگر مشکلی هم داشت به تو اعتماد میکنه. یعنی میاد بهت میگه حرف چای میخوای، بعدش میریم یه سیگاری مثلا با هم میکشیم، میگم چه خبر، اون میگه بعد یهو میبینیم نیم ساعت میگه نوید بیا میخوایم پلان بگیریم دیگه. میدونید اینی که میگم بحثم این نیست که واو من چه آدم خوبی ام، اصلا منظورم این نیست. من منظورم اینه که هر کس در کاری که میکنه داره زحمت میکشه. این قسمت ما بوده، اتفاق خوبی افتاده، ما شدیم بازیگر، خدا رو شکر، باید تلاش کنیم اتفاقای خوب، کارای خوب بکنیم، بازی خوب بکنیم، همه اینا هست. ولی من میگم منتش سر کسی نیست. اگه قرار باشه که تو یه بازیگری باشی که اتفاق خوب برات افتاده، منت سر کسی نمیتونی بذاری. اصلا من میگم که ما گذشته‌ای داشتیم، به سختی تونستیم به اینجا برسیم، فقر داشتیم، سختی کشیدیم، شکست عشقی داشتیم، هر چیزی همه آدم‌ها دارن. اگه به یه جا میرسیم ما نباید سر آدم های دیگه خالی کنیم. چون من در گذشته ده شده بس میکنم، اصلا اینجوری نیست. تو باید قدر اتفاق خوبی که افتاده، روزای سختی که داشتی، همون کادویی که میگم، بیشتر یه جور آسفالت آسفالت کنی دقیقا. و این رفاقته من واقعا میگم با خداست. بعضی موقع یه قهری باد میکنه، بعضی موقع حالتو میگیره، بعضی موقع یه کادو بهت میگه، میگی چیکار کردی با من؟ بره بالا پایینه، مثل رفاقتی که آدما با هم دارن. با خدا میشه رفیق بود؟ من خیلی رفیقم. یعنی که حرف میزنیم با هم، حال میکنیم. بعد یه نوعی حرف میزنم که بعضی موقع رفیقا میگم مگه میشه اینجوری هم صحبت، میگم آره. بعد من یه جوابی میگیرم، میگه بابا ما یه جور دیگه کلی اونجوری با احترام حرف زدیم، فلان کردیم، فلان کردیم، می نشد. تو یه کلمه گفتی بابا این کارو بکن دیگه برای ما، و میشه. میدونی من میگم تومون چه خبر، مهم نیست با چه ادبیاتی حرف زدیم، مهم اینه که میفهمیم داریم چی میخوایم، انرژی چیه.
میدونی این چیزیه که وجود داره. یارو رفته بود بالا پشتبون خونه‌اش وایساده بود، هی داد میزد خدای پول بده، پول بده دیگه، خدای پول بده. یه بادی اومد نزد بود بیافت، گفت حالا پول نمیده چرا هول میدی؟ اینجوری میشه با خود رفقا، حالا پول نده دیگه، حالا پول واقعا ولی خیلی باحاله.